ای پسر جود، در بادیه های عدم بودی و تو را به مدد تراب امر در عالم ملک ظاهر نمودم و جمیع ذرات ممکنات و حقایق کائنات را بر تربیت تو گماشتم، چنانچه قبل از خروج از بطن ام دو چشمه شیر منیر برای تو مقرر داشتم و چشمها برای حفظ تو گماشتم و حب تو را در قلوب القا نمودم و به صرف جود تو را در ظل رحمتم پروردم و از جوهر فضل و رحمت تو را حفظ فرموده و مقصود از جمیع این مراتب آن بود که به جبروت باقی ما درایی و قابل بخشش های غیبی ما شوی و تو غافل چون به ثمر آمدی از تمامی نعیم غفلت نمودی و به گمان باطل خود پرداختی، به قسمی که بالمره فراموش نمودی و از باب دوست به ایوان دشمن مقر یافتی و مسکن نمودی. ای بنده دنیا، در سحرگاهان نسیم عنایت من بر تو مرور نمود و تو را در فراش غفلت خفته یافت و بر حال تو گریست و بازگشت. ای پسران عرض، اگر مرا خواهی جز مرا مخواه و اگر اراده جمالم داری چشم از عالمیان بردار، زیرا که اراده من و غیر من چون آب و آتش در یک دل و قلب نگنجد. ای بیگانه بایگانه، شمع دلت برافروخته دست قدرت من است، آن را به بادهای مخالف نفس و هوا خاموش مکن و طبیب جمیع علتهای تو ذکر من است، فراموشش من ما. حب مرا سرمایه خود کن و چون بصر و جان عزیزش دار. ای برادر من، از لسان شکرینم کلمات نازنینم شنو و از لب نمکینم سلسبیل
قدس معنوی بیاشام، یعنی تخمهای حکمت لدنیم را در عرض طاهر قلب بیفشان و به آب یقین آبشده تا سنبلات علم و حکمت من سرسبز از بلده طیبه انبات نماید. ای اهل رضوان من، نهال محبت و دوستی شما را در روضه قدس رضوان به ید ملاطفت قرص نمودم و به نیسان مرحمت آبش دادم. حال نزدیک به ثمر رسیده، جهدی نمایید تا محفوظ ماند و به نار عمل و شهوت نسوزد. ای پسر تراب، حکمای عباد آنانند که تا سمع نیابند لب نگشایند، چنانچه ساقی تا طلب نبیند ساغر نبخشد و عاشق تا به جمال معشوق فائز نشود از جان نخروشد. پس باید حبه های حکمت و علم را در عرض طیبه قلب مبذول دارید و مستور نمایید تا سنبلات حکمت الهی از دل براید نه از گل. در سطر اول لوح مذکور و مستور است و در سرادق حفظ الله مستور. ای بنده من، ملک بی زوال را به انزالی از دست منه و شاهنشاهی فردوس را به شهوتی از دست مده. این است کوثر حیوان که از معین قلم رحمان ساری گشته. طوبی للمشارین. ای پسر روح، قفس بشکن و چون همای عشق به هوای قدس پرواز کن و از نفس بگذر و با نفس رحمانی در فضای قدس ربانی بیارام. ای پسر رماد، به راحت یومی قانع مشو و از راحت بی زوال باقیه مگذر
و گلشن باقی عیش جاودان را به گلخن فانی ترابی تبدیل منما. از زندان به صحراهای خوش جان عروج کن و از قفس امکان به رضوان دلکش لامکان بخرام. ای بنده من، از بند ملک خود را رهایی بخش و از حبس نفس خود را آزاد کن. وقت را غنیمت شمر، زیرا که این وقت را دیگر نبینی و این زمان را هرگز نیابی. ای فرزند کنیز من، اگر سلطنت باقی بینی، البته به کمال جد از ملک فانی درگذری، ولیکن سطر آن را حکمت هاست و جلوه این را رمز ها. جز افعده پارک ادراک ننمایند. ای بنده من، دل را از قلب پاک کن و بی حسد به بساط قدس احد بخرام. ای دوستان من، در سبیل رضای دوست مشق نمایید و رضای او در خلق او بوده و خواهد بود، یعنی دوست بی رضای دوست خود در بیت او وارد نشود و در اموال او تصرف ننماید و رضای خود را بر رضای او ترجیح ندهد و خود را در هیچ امری مقدم نشمارد. فتفکروا فی ذلک یا اولو الافکار. ای رفیق عرشی، بد مشنو و بد مبین و خود را ذلیل مکن و اویل بر میا، یعنی بد مگو تا نشنوی و عیب مردم را بزرگ مدان تا عیب تو بزرگ ننماید و ذلت نفسی مپسند تا ذلت تو چهره نگشاید. پس دل پاک و قلب طاهر و سطر مقدس و خاطر منزه در ایام عمر خود که
اقل از آنی محسوب است، فارغ باش تا به فراغت از این جسد فانی به فردوس معانی راجع شوی و در ملکوت باقی مقر یابی.